بدین وسیله میفرستم. سالهای پیش یعنی تقریبا 20 چند سال آگاهانه و این ایامی درازی بسادرند هیچ وقت شما یعنی فامیل و خانوادم و سرزمین زادگاهی زیبا و دوست داشتنی هم بدخشان رو هیچ وقت حتی برای لحظه ای فراموش نکرده و نمی کنم. من برای جستجوی مقاصدی آگاهانه به این سفر و ترک شما و زادگاهی زیبا و دوست داشتنی هم بدخشانی تاریخی اقدام کردم. در این ایام دراز از خدمت مستقیم شما محروم ماندم و به هیچ امری شخصی زندگی خود و شما وسیله ندارستم. به این نسبت اذیت کردم. متاسفم که گویا به درد شما و دیگر اقارب و وطنداران نزدیک نرسیدم، اما از طرف دیگر ممنوع هستم که برای امری بزرگتر و امر اجتماعی یعنی برای نجات مردم و نجات وطن از فقر و بدبختی و جهل و اسارت و یک مبارزه ای که پایان آن درست معلوم نیست آغاز کردم و همگون درست در نیمرای آن قرار دارم. فقط تأیید معنوی شما و دیگر دوستان و وطنداران و رفقاست که مرا تا پایان این راه با حرارت و انرژی میرساند و اگر تأیید و محبت شما و دیگر وطنداران و رفقا نباشد در این راهی تنها و دور و دراز کن دارد خستگی و سراغ من بیاید. من آرزو دارم که گاه را به کمک و تأیید معنی شما و دیگر وطنداران و رفقا موفقانه اگر به پایان خودم رسانده توانم راه گشایی کرده باشم که دیگر دوستان و رفقا و شما را به پایان برسانید. من درجه اول علاقه دارم یک بار شما جوانو و دیگر اعضای فامیل یعنی فامیل بزرگ مرزا زاده ها، فامیل مرزا عزیز و مربوطین مرزا ناصر و مرزا صابر و دیگر خیشن اقارب را به این نقطه متوجه می‌سازم که گذشتگان ما و هر صورت و هر ترتیبی که زندگی کرده یک نقطه در تمام طول تاریخ 300 سالی فامیلی واضح و روشن بوده که سر و کار با مردم و خدمت به قوم محوری همه فعالیت های دیگری پدران آبا و اجدادی ما شما بوده است. اما امروز زمان و عصر تغییر کرده و آن ترتیبی قومی و عنعنوی دیگر بدل قوم و مردم نمیخورد. لحاظ راهی را که من شعوری انتخاب کردم راهی نو و راهی طولی و راهی خدمت به همه طبقات دی زحمت کش و همه اقوام و ملت های ستم کش و بالاخره بشریت منظور ندن هست و این یک دایه بزرگ و یک آرزوی خوب اما دست نیافتنی معلوم بشن و نمچه نیست در این گام های در ساهای مختلف برداشتن و فقط در این نقطه دنیا و در کشور ما در محل زادگاه ما شما هست که فقر و جهل و مرض در اثر تضادهای طبقاتی و تضادهای ملی بیداد میکنند و مردم نجیب و زحمتکش ما را با داشتن کلتور به تاریخی و عالی با داشتن سرزمینی غنی و زیبایی که در زیر آن و در روی آن همه منابع سرشار طبیعی وجود دارد به چه حال نگه داشته است. مبارزه برای تغییر زندگی، برای تغییر حیات، برای تغییر جامعه، برای تغییر وزیمون وظیفه اولی و اساسی هر روشن فکره بدبختانه و خوشبختانه ما امروز از صفی اصلی رهبران و توده ها و معلمین با دور افتاده قطعه و چندین نسل است که صفت روشن فکری پیدا کرده و روشن فکران هیچ چیزی دیگر ندارم که در باهای نعماتی مادی که زحمت کشان بارها تولید کردن و بخشیدن باها ندارم جز این که به فلسفه آنها یعنی با ایدولوژی آن را عمق ببخشم آن را وسعت ببخشم و به مردم و توبه ها آن به همه و
آبادی فرهنگی خلقها فرهنگی مردمی ها باید آگاهی و احترام داشته باشیم و هم به فرهنگی نوی جهان دسترسی پیدا کنیم. انسانی به فرهنگ و به کلتور بسیار مشکل است که تنها با استفاده از مزایای مادی و تکنولوژی تمدن خوشبخت شده بتواند. وطن ما، زادگاهی، کوچکی ما، بدخشان، سرزمین، زیبا، باستانی و تاریخی است. مردمی ما، فرهنگی کهن، پر افتخار و یوشته که همه بر مبانی انسان دوستی و نوع دوستی استوار است. ما از یک طرف که به طرف تمدنی ساده غرب ناگزیری رو بیاوریم، از طرف دیگر مکلف هستیم که فرهنگی خلقهای خود، فرهنگی ملی خود را هم نگاه کنیم و بیاموزیم و آن را از دو توسعه بدهیم. فرهنگ یعنی فرهنگ انسان دوستی و نو دوستی با این تمدن جدید وقتی که بیاموزیم ما در حقیقت از احساس و عواطفی شرقی و عقل و خرد غربی ترکیب رو میسازیم که در خوشبخت ساختن جامعه ما نقش اساسی نداشته باشد. من یک بار دیگر به همه شما محبتی پیشایبم را که خالی از هر نوع کمک مالی و چیزهای ظاهری است و شما تقدیم میکنم و در مقابل محبتی همه شما را خواهانم و یادآوری میکنم که تاریخچه خانوادگی خود را صحیح بدانید، تاریخ دادگاه خود را یاد بگیرید، تاریخ کشور خود را بدانید و به تاریخ جهان آشنایی پیدا کنید. چرا از مطالعه این صفحات مختلف تاریخ است که ما با قوانین اجتماعی خود چه اجتماعی کوچک زادگاه و کشور و جهان باشد دسترسی پیدا میکنیم و حرکت مطابق قوانین برای روز و آینده راهنمای مطمئنی هست. بار دیگر به اخلاق و تقوای گذشتهخود احترام متقابل داشته باشید، یکدیگر را دوست بدارید و چیزهای جزوی و خصوصا چیزهایی که میان زنها وجود گفتگو شده و مردها را با اون گفتگو میکشند کمتر تعجب کرده در مقابل یکدیگر محبت، احترام و گذشت داشته باشید. خورده‌ها و کرانها را احترام کنید و کرانها و خورده‌ها شفقت داشته باشید و همیشه اجتماعی‌تر از پول کوچکی خود فکر کنید. با خود، با همسایه‌ها، با خویش و اقارب نزدیک و قوم‌های خود خدمت را ترجیح بدهید و ما و شما یک مرحله از سقوط و امتداد را گذراندیم. امیدوارم با رشد جوان و اعضای جوان فاکولتی‌ها را مکتب‌ها را تموم بکنم، مسئول تئوری فاکولتی‌ها بکنم، فارغ بشم بار دیگر از فامیل خود گروهی اشخاصی بسازیم که در آن را موجب سرافرازی بین خود و قوم خیشان و دیگران باشید. اما هیچ افتخار بالاتر از تقوا و نام نیک و خدمتکاری به مردم نیست. اگر بار دیگر ما چنین اشخاصی از این خود پیدا میکنیم که در فیض‌آباد یا ارگو یا سرغله یا زرده و دیگر جا مردم آنها را دوست میدارم و احترام میکنم و به نام اشخاصی نیک و خوب و فامیل باید میکنم، در حقیقت خدماتی که گذشتگان با مردم و دعای اشخاص مظلوم و محروم در حق آنها و اولاده آنها بار دیگر سبب ترقی و تعالی و نقنامی ما شما خواهد بود. اخلاق خوب خلق را شکار میکن. امیدوارم همه ما شما معظم با اخلاق و خدمتگاری مردم باشد و از کسافتگاری ها، از اختلافات، از غیبت و نمومی چی به سوی فامیلی، چی به سوی شهری، چی به سوی ولایتی مثل که پدرها و گذشتگان ما تو بودن ما شما هم دور باشیم و اگر بتونیم به مردم خدمت این بی‌غرض و بی‌شایبه کنیم خوب با الا حدی اقل. امیدوارم هیچ وقت ضرری ما و شما به همسایه‌ها و خویش و قومی همشهری‌ها و هم ولایتی‌ها و کشور و دیگرتون نزدیک‌ها نرسد. من با امید رشد و رسیدن پسران و دختران جوانی هستم که اکنون در مکتب‌ها درس می‌خوانند و آرزوماندم همه آنها را در پهلوی دیگر مبارزی با کمک مالی و معنوی ببینم و خوشحال بگردم. باز هم محبت و سلام مرا همه شما بدون استثنا قبول کنید و دیگران ابلاغ کنید و آرزوماندم یک بار دیگر شما را از نزدیک ببینم و زیارت قبور و گور گذشتگان یک بار دیگر
نایل کردم و همه شما را در یک جا جمع ببینم و همه شما را صحت با تقوا با علم با نام نیک در بین جا میرم سرفراز ببینم این آرزوی من راجی به شما و فامیل هست سلام دارم به همه کسانی که به انواع مختلف به من کمک مالی و من حیل کردم و را اون نظری مرا تایید کردم و میکنم برسانیم از هیچ کسی به خصوص توقعی ندارم و یقین از هیچ کس از من توقعی به خصوصی ندارد ما همه یک جا برای مردم وطن کار میکنیم بدون کدام توقع و امیدوارم که آینده نام ما شما را به نیکی ثبت کند و آیندگان ما را به نیکی یاد فرماید تشکر